غیرش تحقیق کردم. راجع به خانواده‌اش هم تحقیق کردی؟ آره تحقیق کردم. خانواده خوب و سرشناسی هست. جدی میگی داداش؟ آره. پس خودت باید بساط عروسی رو روبرا کنی. هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. باید عروسی مجللی براش بگیری. مریم جون کجاست؟ آبجی خونه نیست؟ خسته شدم باشم. اگه میتونی منو بگیر تو بایستم. الان میگیرم. نمیتونم. خودم بایستم. ببینی چه قشنگه. آره قشنگ. از اینجا خوشت میاد؟ آره جای خیلی قشنگه. آره که تو از اینجا خوشت میاد هر روز میای اینجا. میای اینجا گرگم بابا واسه این کنیم. من تو از اون بالا میندازم پایین. چطوره؟ به این سودی میخوای از شرم خلاص شی؟ شوخی کردم. اون بالا تاپ بازی میکنم. اون بالای بالا ها؟ دوست دارم جشن عروسیمون یه همچین جایی برگزار بشه. گفتی عروسی؟ آره باید یه جشن خیلی مفصل بگیریم. تو خونه میگیریم. تو اینطوری دوست داری؟ آره. خیلی خوب باشه. هر جا تو دوست داری. جشن رو ولش کن. منظره رو تماشا کن. باشه دیگه حرفشو نمیزنم. بیا خود چقدر قشنگه. نگاه. دوست دارم.
کبیرم در قیام با دستیرم تشنه یک قدر باران آرزو دارم بمیرم چیه ایرج خان؟ چتون شده ها؟ نمیدونم ایرج خان ایرج خان مردم دارن دست میزنن ببینم نمیخوای یه آهنگ دیگه اجرا کنی؟ نه نمیدونم نمیدونم بگو یه لیمان آب برام بیار چشم آقای پسر یه لیمان آب بیار الان ایرج خان ناراحت نباش الان حالتون رو جا میارم الان حالتون جا میاد الان خفه میشم سخوا این رو باز کنم ایرج خان تو با این حالت فکر نمی کنم دیگه بتونی برنامه اجرا کنی نه چشم داره سیاهی میره نه بگو یکی دیگه برنامه اجرا کن چند شب پیشم همین طوری شدی چیزی نیست قول میدم تا چند دقیقه دیگه خوب بشی میترسم اگه کسی دیگه بره روسن بخواد برنامه اجرا کنه مردم شلوغ کنن و کابره رو بریزن به هم آخه این مردم به خاطر تو میان اینجا بلند شو چرا نشستی نه بگو یه نفر دیگه برنامه اجرا کنه خیلی خوب چشم الان ببین چی میگم ایرج خان اصلا حالش خوب نیست آکروباتو بفرست رو سن تا ایرج خان حالش جا بیاد بعدم اعلام کن بعد از آکروبات ایرج خان برنامه خودشو اجرا میکنه تکرار البته حالت خیلی خرابه بازم بس لیفت بچه ها اینجا وضعش خطرناکه بیاین ایرج وضعش خطرناکه من حالت خوب میشه بله مطمئنم چیزی نیست ناراحت نباش همین اتاقه؟ بله لطفا شما بیرون تشریف داشته باشین بعدا خبرتون میکنم شما برین دکتر رو بدین زودتر بیام شما همینجا باشین بهش مزکن نزدین؟ نه خیر آقای دکتر قبلنم به این حالت دوچار شدی؟ بله آقای دکتر هر چند وقت یه بار این حالت بهم دست میده و آزارم میده چیز مهمی نیست باید یه مقدار از کارتون رو کم کنین و استراحت بکنین متاسفانه نمیتونم استراحت کنم سرتونم درد میکنه؟ بله آقای دکتر خیلی سرم درد میکنه بدنتونم سرد میشه؟ نه خیر، ابدا، نه چیز مهمی نیست من دستورات لازم رو به ایشون میدم آقای دکتر، کی میتونم مرخص بشم؟ چند روز دیگه دکتر، من خیلی غذا بهش سوپ رقیق بدین و چند تا مسکنم بهش بدین اگه بخواین زیاد کار کنین و استراحت نکنین وضعتون خیلی بدتر از اینا میشه این دفعه خیلی شانس آوردین چون به موقع شما رو رسوندن اینجا امر دیگه ای ندارین دکتر؟ نه آی دکتر خیلی متشکرم امیدوارم دیگه مزاحم نشم استراحت کن هیچ ناراحت نباشین قول میدم زود خوب بشین الو بله بفرمایین اسم مریضتون چیه؟ فرمودین ایرج چی آقا؟ با من کار دارم خانم متشکرم بفرمایین الو بله حالش خوبه خداحافظ قربونت این آمپولی که به تزریق کنم قول میدم دردت کمتر میشه اگه حالم خوب میشه حرفی ندارم تزریق کنی خواهش میکنم به پهلو بخوابین چشم متشکرم من رو این تخت خسته شدم کی مرخص میشم مرخص میشی اوه
دردت اومد؟ نه، میتونم یکمی را برم؟ نه. بی انصاف. حالت چطوره کوچولو؟ برو تو اتاق پیشش تنهاست. متشکرم. سلام ایرج جون، میبینم همچین راحت گرفتی رو تخت دراز کشی. نه همچین راحتم نیستم فراد، از بس اینجا خوابیدم پاهم خوش شده. عوضش رنگ رود خیلی باز شده. رنگ رود باز شده، اینقدر به این پام و به این یکی پام آمپول زدن که دیگه جای سالم برام نمونه. جون من اگه یه چیزی بپرسم برای چی میگن؟ دکتر گفته بعد استراحت کنی یا خودت دلت میخواد اینجا بمونی. خب معلومه خودم، چون از کار کردن خسته شدم میخوام استراحت کنم. چی رو میخوای استراحت کنی؟ بلش بریم سر کارت، برو مسخره کردی. خوب بشم میام. ایرج خان، فردا بناست جواب آزمایش خونتونو بدن، من خودم میرم آزمایش کنم. شما این چند روزه واقعا منو شرمنده کردید. وظیفه‌مو انجام دادم، کار دیگه ای نکردم. شما مریض خیلی خوبی هستین. من تا حالا نرسی به خوبی شما ندیدم. به مریضاتون خوب نرسی. خجالت هم میدید. خب بگیم ببینم فرید خانم، شما تا حالا ازدواج کردین؟ چطور مگه؟ آخه از اخلاق و رفتار شما خیلی خوشم اومده. دختر خوبی هستی. سلام. سلام. سلام ماما. سلام. تا حالا کجا بودی؟ رفته بودم خونه ایرج، مستخدمش گفت چند شب خونه نیومده، بعد رفتم کاباره. خب چی گفتن؟ مثل اینکه خیلی ناراحتی. چیزی نیست ماما، من برای ایرج خیلی نگرانم. چه اتفاقی افتاده؟ من که مادرت هستم نباید بفهمم؟ چرا مامان؟ من همیشه همه چیزو براتون گفتم. ایرج چند شبی که کابارم نرفته. کابارم نرفته؟ نکنه بلایی سرش اومده؟ خیلی ناراحتم، نمیدونم چی کار کنم. امیدت به خدا باشه مادر، هر چی باشه پیداش میشه. ماما به نظر شما بهتر نیست به پلیس خبر بدیم؟ خدا میدونه من برای اون چقدر ناراحتم. نه بهتره به پلیس اطلاع ندیم، چون ممکنه خودش پیداش بشه. فعلا برو بگی بخوام. خدایا خودت سالم برش کرد. اینقدر اصرار نکن، امشب نمیتونم بیام. خانم خواهش میکنم منو را بندازی، نتیجه آزمایشو بهم بدین. گوشی گوشی، یه دقیقه گوشی دستت. نتیجه آزمایش کی؟ نتیجه آزمایش مهدیانو، من کار دارم باید برم. بیا. متشکرم. رنو رنا رنا تو برنامه نداری، میذارن میرن. باور کن هر شب کلی ضرر میدی. خب مریضم، میگه چه کار کنم؟ من میدونم تو کاری نمیتونی بکنی، مریضیه دیگه، چه میشه کرد؟ نامزده چند دفعه اومد کاباره، ما نگفتیم تو بیمارستانی. سلام. 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 شما بفرمایید. چشم. حالا چطوره؟ آی دکتر، نتیجه آزمایشات من چی شد؟ مثبت. باور کنی رو این تخت خسته شدم. چرا وایسادی؟ بشین. آقای دکتر ممکنه به من بگین اون چشه؟ آره جانم بیا. آقای دکتر حقیقت رو بگین. حقیقت اینه که دوست شما به سرطان خون مبتلا شده. سرطان خون؟ متاسفانه بله. خدای من، اون نباید از این موضوع چیزی بفهمه. نباید چیزی بفهمه. من خودم خوب همه چیزو میدونم.
محمود قسم داشی همچی که رسیدیم تو محل باور کن داشی همچی که رسیدیم تو محل آدم بود که دنبال سوراخ موش میگشت ما رو میگی؟ کلی کیف کردیم و با خودمون گفتیم رجب شخان حالا وقتشه که نفس بگیری ایوالا ایوالا بابا ایوالا سینه رو صاف کردیم هنچی که اومدیم داد بکشیم یه وقت چشمتون روز بعد ندونه دیدیم سر و کله علی عثمت پشمی پیدا شد با خودمون گفتیم رجبی حالا دیگه موقعشه که تو روش وایسی و حرف دلتو بزنی بابا دمت گرم خب بعد چی شد؟ آخه ما یه وقتی خاطر آبچی علی عثمت پشمی رو میخواستیم و دلمون واسهش میشنگید ولی داشتش خوش نداشت ما آیز نش بشیم و واسه همینم بود که خوش داشتم تو محل روشو کم کنم آره دیگه ایوالا نازن عطقه خلاصه ختم کلوم سینه رو سفر کردیم رفتیم طرف حریب اما انگاری جربوزه ما باد علی عثمت پشمی رو خالی کردیم حالا هر دو با ده وجب فاصله مثل یل رو در روی هم رسیده بودیم خب یه نگاه از ما یه نگاه از علی عثمت پشمی بعد اینهو دوتا گربه تو چشای هم براخ شده گفت کار نداری گفتم من نه تو چی گفت نه گفتم منم نه بعد مثل اسبی که به نلبندش نگاه کنه از کنار هم رد شدیم از اون روز به بعد تمام بر بچه های محل یه جور دیجی رو ما حساب میکنن خیالشون میرسه ما یک تنه هفت هشت رو حریفیم و میتونیم حساب هرچی نالوتیه بابا ایوالا بابا ببینی کی اومده آقا چنگیز خودمون به به آقا چنگیز خودمون پارسال دوست امسال آشنا بفرما نالوتیه اقلا یه سری به ما میزدی میلیونه بده سر اون بیایید بلنشو بیا میخوام دوتا کلام خصوصی باید حرف بزنم رو چشمم بعد زه خواهش میشم آخه کی از زندون آزاد شدی؟ والا یه چند روزی میشه تقریبا 6-7 روزی هست حالا میای پیش من ها؟ چی شدی؟ 6-7 روز کجا بودی؟ از زندون که آزاد شدم یه راست رفتم اهواز پیش مادرم چون خیلی دلم براش تنگ شد میفهمم چی میگی خب حال مامان چطور بود؟ نه اینقدرم حالش خوب نبود مریض اول بود ببینم تو فعلا جای سواره کار شده یا نه؟ نه تو بمیری میخوام برای من کاری انجام بدی ببینم تو تازگی فریده رو دیدی؟ نه ندیدم آقا چی میخوام؟ میخوام از امروز فریده هر جا میره تعقیبش کنم البته خودم دورا دور مواظبت هستم نبودیم نبودی زیاد مهم نیست ولی بعد به هم بگیم منظور از این تعقیب چیه وگرنه من نیستم اصلا میخوام بفهمم زندون بودم اون با مرد دیگه بوده یا نه مرد دیگه فکر حالا که اینطوره بزن قدش اینم قدش میدونی تو زندگیم هیچ کس دیگه به اندازه تو برام عزیز نیست باور کن خیلی دوست دارم بدونم به چند نفر دیگه این حرفو زدی به غیر از تو به هیچ کس نگفتم من به محبت تو احتیاج دارم ایرج تو ماشین گفتی میخوای چیزی بهم بگی شنیدم شوهر سابقم از زندان آزاد میشه میترسم بیاد اینجا و مزاحمت برام ایجاد کنه مگه تو شوهر داشتی؟ آره تو زندان که بود ازش جدا شدم من نمیخوام تو این کار دخالت داشته باشم ولی تو باید دخالت داشته باشی باید به این قول بدی کمکم کنی چرا از اون جدا شدی؟ آخه میدونی به خاطر اینکه اون از من توقعاتی داشت که من نمیتونستم از عهده‌شون بر بیام روزای اول که نامزد بودیم جوون خوب و سر به زیری بود ولی وقتی ازدواج کردیم فهمیدم آدم کثیفیه به خاطر منم افتاد تو زندون چرا؟ اون هر شب تو این خونه بساط قمار را مینداخت اینکه چند وقت پیش یکی دوتا از رفقاش پول زیادی باختن و شروع کردن به من توهین کردن اونم با اونا درگیر شد پلیس سر رسید و شوهرمو دستگیر کرد خب تو فکر نمیکردی وقتی اون به خاطر تو داره زندانی میکشه بالاخره آزاد میشه بازم میاد سراغت و میخواد با تو زندگی کنه نه ولی من دیگه فراموشش کردم یعنی گذشت زمان همه چیزو عوض کرد آفرین به این همه انسانیت از کجا معلوم که اون شب و روز به فکر تو نباشه حتما خیلی دوست داره خب بگذاریم من از اون مرد بیزارم
در زمین برای اون زن فراوونه. تو اشتباه میکنی فریده، اون مرد به تو علاقمند بوده که به خاطر دعوا کرده و افتاده زندان. خواهش میکنم فراموشش کنی ایرج، فعلا من در کنار تو احساس خوشبختی میکنم. من از اون مرد طلاق گرفتم. همه چیزو بهم گفته بودی غیر از جریان شوهرت. گوش بده فریده، اون مرد مدت‌ها با تو زندگی کرده، تو رو دوست داره. من به خاطر انسانیت نمیخوام با اومدن شوهر سابقت از زندان بار غم روی دوشش سنگینی کنه. بهت قول میدم اون بهتر از من میتونه تو رو خوشبخت کنه. ولی من با تمام وجودم تو رو دوست دارم. در این مورد زیاد عجله نکن. راجع به این موضوع بعدم باهات حرف بزنم، چون الان وقت ندارم. باید برم به کارم برسم. فردا ضبط آهنگ دارم، میام تو رو بخونم. امروز دلشوره عجیبی منو گرفته. امشب منو بیا ببر یه طرفی. نه، خونه باشی بهتر. نمیخوام تو خونه تنها باشم. شب منتظرتم. دیر نیایی یا خواهش میکنم. من دیگه رفتم. خدافظ. بای. درست یک هفته است که هر روز یا تلفن میزنن یا برای دیدن تو میان اینجا. اگه جرأتشو داشتم خودم از این زندگی لعنتی راحت میکردم. تو از چی نگرانی؟ از این نگرانم که اون یه روز موضوع مریضی منو بفهمه. مریم دختر حساسیه. خب آخرش چی؟ سعی میکنم به یه وسیله‌ای اون از خودم متنفر کنم. شاید منو فراموش کنه. تو فکر میکنی اون به همین سادگی از تو دست برمی‌داره؟ در هر حال من ازت خواهش میکنم هیچ وقت راجع به مریضی من با مریم و خانوادش صحبتی نکن. بذار این راز بین من و خودت مخفی بمونه. ایرج جون تو از من مطمئن باش. خدافظ. امیدوارم اصلا مریض نباشی. خودم هم توقع نداشتم به موقع بیام. خیلی متشکرم که منو تو خیابون منتظر نذاشتی. پسری به خوشحالی تو حالا ندیدم. خیلی هم ممنون. خب کجا باید بریم ایرج جون؟ باید بریم استودیو برای ضبط آهنگ. خیلی خوب. با ماشین من میریم یا با ماشین تو؟ با ماشین من میریم. چرا وایسید؟ بریم دیگه. بفرمایید خانم. متشکرم. دیشب صدف تلفن زدم نبودی. مگه بهت نگفتیدم جایی نری؟ ببینم دیشب کجا بودم. هیچی، تنهایی تو خونه حوصله‌ام سر رفته بود. رفتم خونه مامانم اینا. من تصمیم گرفتم استعفا بدم و از سر برج دیگه بیمارستان نرم، چون نمیتونم دوری تو تحمل کنم. استعفا بدی؟ هیچ کار عاقلانه‌ای نمی‌کنی. چرا به خاطر من می‌خوای این کارو بکنی؟ چون دوستت دارم، می‌خوام پیشت باشم. این کار تو واقعا دیوونگیه. هیچ زن عاقلی به خاطر یه مرد زندگیشو تباه نمیکنه. آخه من دیوونه تو هم چی کار کنم؟ میخوام خوانندگی رو ول کنم پرستار بشم. خدا کنه مریض نشه. من مدت هاست مریضتم. Thank you.
متاسفانه خیلی دیر اومدی. مثل اینکه از اومدنم از زیاد خوشم نشد. نبودن تو خیلی چیزا رو عوض کرد. عوض کرد؟ مگه من به تو گفته بودم درگیر بشی که بیفتی زندون؟ تو میدونی چی داری میگی؟ من به خاطر تو رفتم زندون. به خاطر تو تمام هستی و نیستیمو از دست دادم. نکنه زیر سرت بلند شده. اتفاقا درست زدی. من مسیر زندگیمو عوض کردم. تو روز اول به من نگفته بودی ناتوانی جنسی داری. من اجبار داشتم از تو طلاق بگیرم. عزیزم دوست دارم. فلم کن. اگه با خامن تو با مرد دیگه تره دوستی ریختی، هم تو رو میکاشم هم اونو نابود میکنم. تا عام داری باید تنها زندگی کنی. من میرم ولی باز بر میگردم. الو. سلام فریدا. سلام، حال چطوره؟ شوهر سابقم از زندان آزاد شده، امروز اومد خونه پیش من. اومده بود پیش تو؟ میدونم برای چی اومده. میخواد با داشته کنه. اینطور نیست. چرا درست حد زدی؟ ولی من بهش جوابی رد دادم و گفتم دیگه مزاحمم نشی. به نظر من بهتره باهاش آشتی کنی. ایرج، گوش کن. از من نخواه این کارو بکنم. اون دیگه نمیتونه در زندگی من وجود داشته باشه. این حرفو نزن. ایرج، من عاشق تو هستم. هیچ کس نمیتونه جای تو رو تو قلب من بگیره. منم به تو علاقمند شدم. خب بعدم میبینمت. میبخشی ما زهنتون شدم دایی جون. خواهش میکنم. دایی جون ازتون خیلی متشکرم که همراه من اومدین تا ایرج رو پیداش کنم. فردا میریم میگردیم شاید پیداش کنیم. فعلا خدافظ. خدافظ دایی جون. اسبالمون بند شد و ما افتادیم زندون. زد به سیم آخر، ازم طلاق گرفت. وقتی که از زندون آزاد شدم رفتم سراغش، گفت دیگه نمیخوام ببینمت، گفت بهتر هر چه زودتر اینجا بری. دیگه امری نداری؟ هیچ طلاق نداشتم اینطوری تو رومو بایست. براش خیلی زحمت کشید ولی اون به من ناروزم. قربون خودم که اهل زن و این حرفا نیستم. تو این مدتی که زندون بودم میدونی بچه ها با یه آدمی آشنا شدم که برام خیلی جالب بود. داشتی ایارو میگفتی؟ آره، ایارو یاری بود. مش به دیوار میزد، ستم به دیوار بود. از زندون که آزاد شد رفقا اینقدر بهش نامردی کردن تا بالاخره مجبور شد خودشو بکشه. خیلی جوان خوب. اینقدر ناراحت نباش، قسمتش این بوده. ای بابا بی خیال این حرفا، به فکر خودت باش که رفقا نامردی کردن و دوا گذاشتن تو جیبت. ما تو زندگیمون رفیق نامرد زیاد داشتیم، همیشه هم گذشت کردیم. این دفعه دیگه کارت به استخون رسید، میخوام انتقام بگیرم. خب دیگه زد زیاد. بشین داش، بشین. با اجازه بریم. خدا نگهدار. خوش اومدی. خیر پیش. زیر دست نشیم. من ناراحتم، میخوام بمیرم. ناراحتی چیه؟ ناراحتی من؟ من سرطان دارم، سرطان خون دارم، منو بکش. سرطان؟ خب برو خود کشی کن، چرا میخوای منو تو درد سر بزنی؟ درد سر
تو منو بکش، هر نمیست اون مدرکی بخواه بهت میدم. بوش کن رفیق، ما نوشته با این چیزا حالیمون نیست. یه دفعه آمدیم به خاطر یکی فداکاری کنیم، افتادیم توی درد سر. اون حرفایی که زدی دروغ بود؟ دروغ. میرم کاری داشتیم؟ چنگیز خان شمایی؟ بله خودم هم. کریم آقا اینجاست؟ نه اینجانی. شنیدم خوب پول میبره. پول؟ چه پولی؟ آره داشت باز حق ما هم برسه. حق؟ چه حقی؟ زود پولا رو اخکان بیاد نگرانی. چیه؟ چه خبر شده؟ تو اینجا باید کریم آقا و سرت از رفقای ما رو آوردیم یه لخت کرد. آره لختشون کردی، باید پولاش رو پس بده. من نمیفهمم این مزخرفات چه میگی؟ اصلا اینجا اومدین که چی؟ سرمایی زده همه ما رو لطه پار کرده. آخ چشم جناب سرمایی هر شب تو صورت قابر را میندازه و مردم رو لخت میکنه. جناب سرمایی باور کنید دروغ میکنه. چرا؟ جناب سرمایی چی باشه بگرده؟ من این کاره نیستم، چرا تهمت میزنی؟ جدا نیستی؟ تو یه عمره داری پول قشق میخوری جناب سرمایی خونه چی گرده قابر کنه؟ چرا تهمت میزنی؟ به قیابه مظلومش نگاه نکنه. باور کنید که توی من از دست این آسایش من از دست من؟ چرا تهمت میزنی؟ چی به تهمت میزنم؟ دیگه شو به گردین این دوا فروشه. من چیزی ندارم پرستم، الان خودم نشونه تو میزنم. تو مرد خیلی خوبی هستی، خیلی خیلی هم خوب نیستم، ولی اونا با این کارشون آبرو حیثیت برد. اگه کاری از من برمیاد بگو انجام میدم. برو بابا حال نداری. اصلا تو چی کار میتونی برای من بکنی؟ میرم دخل همش رو نمیم. دخل همش رو نمیم. کجا میخوای بری؟ میخوام برم کپولالا بکنم. میخوام ازت خواهش کنم راجر من یکمی فکر کنی. به کمک تو من احتیاج دارم. اگه منو بکشی بهت قول میدم هیچ کس از بستگان من از تو شاکی نشه. مره بابا تو هم دل خوشی داری یا آمل سیرش نه چیکو؟ تو هم اینو من تنهایی نه؟ اون پایی کیه؟ من که تو هم تنهایی میخوام باید دوست بشم بزن تو قربون اون معرفته. منو نذاشتی امشب تنها بمونم. بازم وفای سر. چیکو؟ چیکو اونجا چی کار میکنی؟ چیکو این موقع شب چرا از خونه اومدی بیرون؟ سگ نازی هست. ایوو ایرش توی؟ این چند روزه کجا بودی؟ همه ما نگران شده بودیم. یاسی چرا رو زمین نشستی؟ چه میخوای؟ تو حالت خوب نیست، مستی. آه علی بیا کمک کن ایرج رو ببریم بالا استراحت کنه. اینطور که معلومه حالش خیلی خرابه. میدونم حالش خرابه، بلندش کن ببریم بالا استراحت کنه. ایرج خان بلند شو بریم بالا استراحت کن. خودش که نمیتونه بلند شه، حالش خرابه. زیر بغلش رو بگیر بلند. بلند شو ایرج خان بریم بالا استراحت کن. بلند شو ایرج خان، کمک کن ببریمش بالا. یارش
مریم بهت قول میدم که دیگه مشروب نخورم. باور کن این چند روزه خیلی ناراحت بودم. بگو ببینم این 5-6 روز کجا بودی؟ حتی یه تلفنم نزدی. منو در این جایی نبود که دنبال تو نگردی. با یکی از رفقام رفته بودم شمال. سلام ماما. سلام. سلام خانم. سلام. از ما قهر کرده بودی ایرج خان؟ اختیار داریم. از اینکه بی خبر رفتم شمال معذرت میخوام. دیشب حالت خیلی بد. به مریم قول دادم دیگه مشروب نخورم. میبخشید که دیشب مزاحمتتون شدم. این حرفا چی؟ خب بگو ببینم برای چی رفته بودی شمال؟ رفته بودم یه باغ رو معامله کنم. آها. پس رفته بودی شمال باغ بخری. دیگه منو تنها نذاری؟ چشم، تنهات نمیذارم. نمیتونم حقیقت رو به مریم بگم. اگه اون بفهمه من مبتلا به سرطانم، خودشون میکشه. من نباید زندگی یه دختر جوانو به خطر بندازم. خودم خوب میدونم که تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیستم. اگه باش ازدواج کنم بدبختش کنم، ولی اگه خودم از زندگیش بکشم کنار، اون میتونه با مرد دیگه ازدواج کنه و خوشبخت بشه. من نمیخوام زندگی اونو تباه کنم. نمیخوام یه عمر به خاطر من سیاه بپوشه. یه عمر. ایرج ایرج، چرا منو تنها گذاشتی؟ بهترین راه اینه که تا این ازدواج سر نگیره. خودکشی کار عاقلانه‌ای نیست. بهتره که خودت حقیقتو بهش بگی و اگه جرأت گفتنش نداری براش پیغام بفرست. آره. دیوونه‌ای که میخواستی خودتو بکشی، اونم به خاطر یه دختر. به نظر من بهتره اونو فراموش کنی ایرج. مگه من برات زن بدی هستم؟ نه، ولی به اون قول ازدواج دادی. بهش قول ازدواج دادی؟ خب پس چرا باهاش عروسی نمی‌کنی؟ فریده، تو خودت خوب میدونی که من بیشتر از چند ماه زنده نیستم. چرا به خاطر چند ماه زندگی اونو نابود کنم؟ راستش تا حالا هیچ مردی رو ندیدم که اینقدر با گذشت باشه. خب بگو ببینم، چرا حقیقتو بهش نمیگی؟ من جرأت گفتنشو ندارم فریده. آخه چطوری میتونم بگم؟ میترسم اگه بفهمه بلای سر خودش بیاره. میفهمم چی میگی. به دختره نگو، به مادرش جریانو بگو. مادر میدونه چطوری به دخترش بگه که اصلا ناراحت نشه. تو باید این کارو بکنی. گوش کن، باید بری بهشون بگی که من مریضم. من نمیتونم با مریم ازدواج کنم. نمیخوام اون فدا بشه. تو قول میدی فقط با من زندگی کنی؟ آره قول میدم. خب که میری؟ فردا حتما میرم. تو جون بخوا. Oh, that.
من خیلی معذرت میخوام که سر زده و بدون قرار قبلی خدمتون رسیدم. خواهش میکنم. میدونین بعضی وقتا مسائلی در زندگی پیش میاد که آدم مجبور میشه برای خدمت به هم نوعش به هر طریقی که شده تلاش بیشتری بکنه. معذرت میخوام، ممکنه واضح تر صحبت کنه؟ آخه میدونین من دوست ایرج خان هستم. چی؟ دوست ایرج؟ بله، اون به من قول ازدواج داده. وقتی چند روز پیش ایرج رو با دختر خانمتون دیدم خیلی ناراحت شدم. آخه منم جوونم خانم، منم احساس دارم، منم میخوام زندگی کنم. منظورم اینه که هیچ زنی نمیتونه رقیب خودشو ببینه. خواهش میکنم خانم، ادامه بدی. خانم من ایرج رو با تمام وجودم دوست دارم، نمیخوام اونو مفت و مسلم از دست بدم. براش خیلی زحمت کشیدم، اومدم اینجا بهم کمک کنی. خب خانم، چه کمکی از دست ما برمیاد؟ یعنی چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ تنها خواهشم اینه که از دخترتون بخواین از سر راه ایرج بره کنار. ولی خانم محترم، تا برای من محرز نشه که شما با ایرج چه رابطه‌ای دارین و مدرک قانع کننده ای نشونم ندین، نمیتونم از ایرج دست بردارم. من چه مدرک قانع کننده ای میتونم بهتون نشون بدم تا براتون محرز بشه؟ من ایرج رو خوب میشناسم، ولی اون تا حالا در این باره با من حرفی نزده. خیلی خوب، اگه ایرج رو خوب میشناسین باید بهتون بگم زمان زیادی نمیتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون سرطان داره. شما که میدونین ایرج سرطان داره، پس چطور خودتون میخواییم با هاش زندگی کنیم؟ به خاطر اینکه من با تمام وجودم دوستش دارم. ولی من بیشتر از شما ایرج رو دوست دارم. چند روز دیگه میبرمش مشهد و از امام رضا میخوام که اونو شفا بده. هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. مرسی، از شما خیلی متشکرم. خواهش میکنم. از آشناییتون خوشبخت شدم. منم خوشبخت شدم. خورشید ما توی خواب
منمون ابری که میخواد توی شور زار بباره چشمای منتظر من توی حسرت باره پا گرفت جای شاد غم عالم توی سینه من که خورشیدم و حتی توی خوابم نمیبینم 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 بلیط رزرو کردم بریم مشهد. برای کی؟ پس فردا. چه قرار داشتی؟ با من؟ من چنگیز خانم. آه چنگیز خان، من مسافرم، باید برم، نمیتونم شما رو ببینم. درزه من نافذت دارم، دیگه نمیخوام ببینم. آقای چنگیز خان، من دیگه از مردن منصرف شدم. من هر طور شده باید تو رو ببینم. من فردا مسافرم، نمیخوام برم مشهد. وقتی برگشم بهم تلفن کن. باید اونشم بهم گفتی که تو رو بکشم، ولی من قبول نکردم. حالا تصمیمم عوض کردم. فکر میکنیم قربان، اون جریان تموم شد، شوخی کردم. من میکشم. خواهش میکنم مسئله کشتن رو فراموش کن. من میخوام با نامزدم ازدواج کنم. اصلا با من چی کار داری ها؟ یه بیقرارم باز برو بکشم. من دیگه از کشتن مردن منصرف شدم، شنیدی؟ چی؟ چرا منصرف شدی؟ به تو نخواستی من بکشم؟ بله من دارم میرم مسافرت، از مشهد برگشتم با هم صحبت میکنیم. چه ضمانتی میخوای آقا؟ یه حرفی زدم تموم شد رفت. آقای عزیز، آقای چنگیز خان، من اون شب مست بودم، چیزی گفتم، بگم غلط کردم ولم میکنی؟
صل علی محمد و آل محمد. ای ماه بنی هاشم، خورشید لقا عباس، ای نور دل حیدر، شمع شهدا عباس. با محنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم، دست همه مسکین گیر از بحر خدا عباس. اسمک العظیم العظم العجل الاکرم حق محمد آل محمد. یا الله یا الله یا الله. السلام علیکه یا سلطان، السلام علیکه یا شریکت القرآن و رحمت الله و برکاته، السلام علیکه یا غریب القربا، السلام علیکه یا معین الضعفا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیکه یا ابن رسول الله و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قبول باشه ایشان، الله قبول باشه. خانم بفرمایید، خواهش میکنم میل کنید مادر بلنشو از خانم پذیرایی کن. چشم، اول آجیل رو تعرف کن. چشم، بفرمی. خیلی ممنون، ایشالا به مرادت برسیم. قربون شما برسیم. بفرمی، ایشالا قبول باشه. خدا حاجت تو را بیشتر برداری. بفرمی، مرادت رو بده، ایشالا خدا قبول کنه. قربون شما، قبول باشه ایشالا. مرسی، خیلی ممنون، از شما درد نکنه. بفرمی خود، بفرمی. بیم، شب خیلی خوبی بود. آره خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، به من که خیلی خوش گذشت. ایرش تو بی خود ناراحتی، هیچ چیت نیست. چرا نمیخوایی موضوع فراموش کنی؟ عزیزم باور کن من برای تو ناراحتم. آخه چرا این فکر و خیالو کنار نمیذاری؟ تو داری نابود میشی مریم. خواهش میکنم اینقدر خود تو رنج نده، همه چی درست میشه. ایرج تو که وضع مالیت خوبه، میتونی مرتب خونه تو عوض کنی. من باید با دکترم حرف بزنم، شاید متقاعد بشه. این کارو فردا انجام بده، چقدر آخه من زجر بکشم. باشه عزیزم، به خاطر تو همه کاری میکنم. مرسی ایرج جون، خونه تو عوض کنی راحت میشی. آه تو امروز خیلی خسته شدی، بگی بخواه. شب بخیر. خب دیگه ایرج، ساعت 11 است، من باید ساعت 2:30 تو پلاژ باشم. اشکال نداره، من خودم تو رو میرسونم. نه ایرج، تو هم باید با ما باشی. آخه میدونی من یه مقدار کار دارم. کار چیه؟ تو هم باید با ما بیای. میدونی پلاژ امروز خیلی شلوغه، یه روز دیگه با هم میریم. خب باشه.
کاری هست که از عهده من برمیاد بگین، چون ممکنه ایشون با من تماس بگیرن. پس میتونم جریان رو بشنم؟ بله بفرمید خانم، خواهش میکنم. بفرمید بشینید. بفرمید. مرسی. ایرج، این 10 روزی که اینجا هستیم به من خیلی خوش گذشته. روحیت خیلی عوض شده، رنگ و روتم باز شده. باید قول بدی تا رسیدیم تهرون وسط عروسی رو روبرا کنیم. نمیتونم، باید نظر دکترمو بپرسم. نظر دکترت برای من اهمیتی نداره، چه سالم باشی چه مریض، هر چی میخوای داشته باش. میدونی ایرج، من تو رو با تمام وجودم دوست دارم. باید ببینم دکترم موافقت میکنه یا نه. تو تنها عشق منی، باور کن عزیزم، غیر از تو هیچ کس دیگه برام مطرح نیست. من میدونم که تو غیر از من زن دیگه ایرم دوست داری. چرا تو حقیقتو به من نمیگی و از من پنهان میکنی؟ باور کن، من چیزی رو از تو پنهان نمیکنم. من میدونم که تو به یه زن قول ازدواج دادی، همون زنی که خودت فرستادی خونمون. فکر کنم موضوع سرطان یه بهانه است. آخه چرا نمیخوای حقیقتو به من بگی؟ پس گوش کن، اون زن نرس بیمارستانی بود که من بستری بودم. من سرطان دارم، سرطان. ایرج، چرا اون زن به من نگفت که نرس بیمارستانه؟ چرا گفت که تو بهش قول ازدواج دادی؟ حتما خواستی بفهمی که من واقعا به تو علاقه‌مندم یا نه. اینطور نیست، من تو رو با تمام وجودم دوست دارم. باز کن. یا الله اقدس، کی بود؟ سلام. علیکی سلام، حالت چطوره؟ خوبم، بفرمایی. ببینم خواهرم کجاست؟ کنار استخ نشستن، بفرمایی. خب متشکرم. حالت خوبه؟ برای بچهت خوبه؟ بد نیستم. آقاتون خوبه؟ خوبه، مرسی. سلام، منو برسونیم بهش. چشم، حتما، بفرمایی. متشکرم، متشکرم. شما برو به کارت برس دیگه. چشم. سلام خواهر جون. سلام داداش، حالتون چطوره؟ تو چطوری؟ بفرمایید. خیلی متشکرم. برای بچه‌ها چطورین؟ چه عجب از این طرف داداش جون. والا بدک نیستن. یه مژده‌ای برای مریم دارم. امروز از کابره بهم تلفن زدن، گفتن از بیمارستان بهشون اطلاع دادن که ایرج سرطان نداره. ورقه آزمایش خونش با کسی کم اسمش بوده اشتباه شده. من از اولش می‌دونستم که اون سرطان نداره. خب بهتره بهشون تلفن بزنم و هر دوشون رو خوشحال کنم. من میگم اگه موافق باشین سرزده بریم پیششون، خیلی بهتره. با اتفاقا فکر خوبیه. تو نمیدونی اگه مریم این خبر رو بشنفه چقدر خوشحال میشه. بله همه جا خواهش میکنم. ولی داداش نمیفهمم، آخه چطور تو آزمایشگاه اشتباه کردن؟ خب اتفاق میفته دیگه، تو 100,000 تا یکی اینطوری میشه. میدونم، ولی من اصلا نمیتونم باور کنم که آزمایشگاه همچی اشتباه بزرگی بکنه. نه خواهر جون، باور کنین شده. اگه مریم ما رو اونجا ببینه، چون سرزده رفتی پیششون شاخ در میاره. آره، حالا تو برو کارتو بکن، من برم خونه اطلاع بدم و برگردم. بفرمایید، خواهش میکنم. بله. سلام. سلام، شما؟ من فریدا. کجایی؟ اومدم روشن، باهات کار دارم، میخوام تو رو ببینم. ایرج با کی؟ خودم تنها اومدم، باهات کار واجبی دارم. شماره من از کی گرفتی؟ شماره تو از مرکز گرفتم. خواهش میکنم خوب گوش کن چی میگم ایرج. بر من مهم نیست که تو منو قال گذاشتی اومدی شمال، چون دوست دارم و نمیخوام ازت دست بکشم به تلفن زدم. فقط به خاطر اینکه ازت بپرسم این یارو کی، از جون تو چی میخواد که هر جا میری مثل سایه تعقیبت میکنه. تو از کجا میدونی؟ من همه چی رو میدونم. اون آدم خطرناکی. نفهمیدم، مگه تو اونو میشناسی؟ مسئله تلفنی حل نمیشه. قرار بذار من تو رو یه جا ببینمت. بسیار خوب، برو تو پارک منتظرم باش. الان میام اونجا میبینمت. بهم قول بده حتما بیای، من اونجا منتظر نذاری. قول میدم. متشکرم ایرج، فعلا خدافظ. خدافظ.
اینجا. چشم آقا. امری داری؟ وقتی خانم از حمام اومد بیرون بهش بگو من تا نیم ساعت دیگه بر میگردم. چشم آقا، میگم. میدونی فریده، وقتی فهمیدم که سرطان دارم تصمیم گرفتم خودم رو بکشم، اما چون شهامت این کار رو در خودم ندیدم به ناچار از مردی خواستم که منو بکشه. حتی بابت این کار میخواستم ثروتم رو به نامش کنم. گوش کن فریده، وقتی که مریم فهمید من سرطان دارم هیچ به مریضی من اهمیت ندادم، بلکه تصمیم گرفت که یه لحظه منو تنها نذاره. منم بهش بیشتر علاقمند شدم، همونطور که تو به من علاقمندی فریده. تو که از این موضوع ناراحت نیستی هستی؟ نه، من هیچ وقت زن حسودی نبودم. اما حالا که تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیستم، دلم میخواد تو این مدت تا اونجایی که ممکنه بهترین زندگی رو بکنم. دلم میخواد تو که زن مهربونی هستی، تو این ماجرا بهم کمک کنی. مطمئن باش هر کمکی که از دستم بر بیاد به خاطر نجات تو کوتاهی نمی کنم. تنها خواهش من اینه که بری و از این مرد بخوای منو نکشه، فقط همین. تو داری گریه میکنی؟ چرا؟ حرف بزن. میدونی اون مردی که میخواد تو رو بکشه کیه؟ نه. اون مرد شوهر سابقمه. بهت گفته بودم من از زندان آزاد بشه. حالا میفهمم برای چی تو رو ترغیب میکنه. اون میخواد انتقام منو از تو بگیره. اگه به قیمت جونم هم تموم بشه من نمیذارم، نمیذارم یه مو از سر تو کم بشه. تو واقعا منو با این کارت شرمنده میکنی فریده؟ من رفت. من نمیخوام بمیرم، میخوام بقیه عمرمو خوش باشم. خوش بگذرونید؟ باید این آرس رو به گور ببرید. هرچی بخوای بهت میدم، هرچی بخوای بهت، تو باید بمیرید. برم. لعنت، کجا فرار میکنی؟ وایستا. من که تلفنی بهت گفتم که میخوام بکشمه. نمیتونی از چنگ من فرار کنی. میخوشمه. نه. وایستا. نه. وایستا. نه. هر چه بری گیرت بیارم. شهر برسونیم.
مگه اتفاقی افتاد؟ آره جونم در خطره. تو رو همه چی رو براتون. خب زود باش سوار. خیلی ممنون. انتظار دیدن من نداشتی؟ آره، اصلا انتظار نداشتم تو رو اینجا ببینم. حالا که میبینی من اینجا هستم. چی میخوای؟ اومدم که بهم کمک کنی. گفتی کمک؟ چه کمکی؟ اومدم پیش تو به خاطر اینکه فقط تو میتونی مشکل منو حل ببینم. کنی. یادت رفته اون روز که اومدم بدیدن بهم گفتی دیگه نمیخوای من تو زندگیت باشم؟ به جای این حرفا ممکنه ازت خواهش کنم به حرفام گوش کنی؟ آره یا نه؟ ضرب المثل های قدیمی ها رو باید ترا گرفت. مثلی است معروف که میگن گذر پوست به دباخونه میفته. گوش کن چی میگم. من نیومدم اینجا که خجالتم بدی و زخم زبونای تو رو بشنوم. اگه نمیخوای به حرفام گوش بدی رو راست بهم بگو. دلم میخواد اینقدر زجرت بدن که از خودت متنفر بشی. اما حیف که من مثل تو بی چشم رو نیست. ببین چنگیز، من اومدم بهت بگم که دست از سر ایرج برداری. چی؟ چی گفتی؟ دست از سر اون بردارم؟ از تو به خاطر اون اومدی پیش من؟ زندگی من به خودم مربوطه، ولی چنگیز من این کار رو ازت میخوام. تو خیلی بی آبرویی زن. تو چطور از من میخوای که به اون کاری نداشته باشم؟ گوش کن چنگیز، تو اگه منو دوست داری و به هم علاقمندی، اگه میخوای بازم با هم دیگه زندگی کنیم، به هم قول بده که دست از سر اون برداری. خواهش میکنم. از دوران بچگیم تا حالا خیلی زجر کشیدم، ولی زجری که تو به من دادی برام قابل تحمل نیست. تو به خاطر اون پسرای عوضی زندگیمون از هم پاشوندی. باور کن اون هیچ مقصر نیست. تو برای من همسر خوبی نبودی. من دیگه خسته شده بودم. هر شب تو خونه قمار را مینداختی. من دلم نمیخواست اون مردای غریبه بیان تو خونه من. تو که از روز اول میدونستی من چه جور آدمی هستم. چرا با هم ازدواج کردی؟ تو که میدونستی من نمیتونم رفقامو ور کنم. تو کاری کردی من بیفتم زندون که ازم طلاق بگیری تا بتونی راحت و بدون سرخر با اون پسر خوش باشی. مزخرف نگو. من همه چی رو تحمل کردم که تو آدم بشی، ولی نشدی. آدم نشدم؟ اون روز که از زندان آزاد شدم و اومدم پیش تو، تصمیم گرفته بودم همه چیزو بذارم کنار. اما تو تحویلم نگرفتی، درسته؟ آره کاملا درسته. بهم بی احترامی کردی و من از خونت بیرون کردی. اومدم اینجا عشق تو زجکش کنم. نه خواهش میکنم این کارو نکن. هر بلایی میخوای سر من بیاره اما به اون کاری نداشته باش. منو بکش. من نمیتونم زش کشیدن اونو تحمل کنم. یعنی اون انقدر برات عزیزه؟ آره این داره قطره قطرش میکنم. گم شد. هم خیلی خوبه، شانس آوردیم. ابجی یادت میاد چند سال پیش اینجا زمین متری چند بود؟ یادش بخیر.
آره اون طرف متر 30 تومن بود، این طرف متر 60 تومن. جدا خریت کردیم نخریدیم واقعا که خیلی خرید. احمد خان آدم عاقلی بود که اون موقع اینجا کلی زمین خرید. شوهر عفت آره شوهر عفت خانمو میگم، حالا اگه بخواد بفروشه دست کم متر 500 تومن ازش میخرن. آره بعضی هم نمیخرن میخرن بله. به جون داداش هر کدوم از بچه‌هاش یه ماشین زیر پاشو. اون وقت من چهار تا بچه‌و زنم بعد تو این گوتی شبرید بشینم. ولی به کوری چشم احمد خان چهار تا چرخ تریلی میندازم زیرش. همینجاست داداش. همینجا. تو پیده نشی یا بده من چهار کلمه با این یوره حرف بزن. امروز صبح هر کی زنگ زده آدرس عوضی اومده، حتما اینم یکی از اوناست. بفرمایید چون دمی در بده بفرمایید. علیک سلام الله. بفرمایید ایرج خان هستن یا نه؟ نه خیر، با خانم رفتم فلاش. فلاش؟ بله بفرمایید تو. اگه اومدن بگو دایی مریم و مادرش اومدن دنبالتون. اگه برگشتن بهشون میگم دوباره برگردن به فلاش. یادت نره با بروی چشم. ما الان داریم میریم پیششون. بروی چشم. کجایی؟ چی شد؟ رفتن مثل این که فلاش. اه جدی؟ آره بهتر بریم اونجا ببینیمشون. ما یه پایی ها بودی؟ نه داداش بریم را بیفه بینم. این دستر نه باز گم شد. کسی پشت نباشه. مریم اونو خیلی دوست داره. پسر خوبیه. خب دیگه قسمتش. کاش که من دختر بودم. امیدوارم خوشبخت بشه. شانس آورد مریضیش علکی بود. آره وگرنه بچه‌م از قصه دغمرد آره شده باشه. یعنی حاجی داره ببن. خیلی خوب میدردم ماشینو. من شما رو با هم ببینم بود از کلش ملم میشه. دوکتش مردن از بس دویده. چی رو مردی ها بزاه به این همواری و صافی خورده بود و لاغر بشید. چرا؟ میخواد به خاطر من از تو انتقام بگیره. آره چه خیال میکنه من هنوزم با تو دوست هستم. یه جای مخفی بشی. مریم تو هر طور شده ایرج از اینجا ببر. کجا برم؟ اینجا نمون برو. اون آدم یه دنده یه هر کاری بگه میکنه. اون اگه تو رو پیدا کنه میکشدت. من به پاسگاه تلفن کردم و بهشون اطلاع دادم. نکنه شوخی کرده. اون شوخی سرش نمیشه. داداش مرگ تو دیگه دارم از نفس میوزم. بله نمیرسی. ایه کو که برسی. فریدی من میرم کنباش. مواظب خودت باش. کجا فرار میکنی نامه؟ باید ببینم. کی تیراندازی کرد؟ یه مرد از اون طرف رفت. بیای باید ببینم نشون میدم. میکشم من. تو یه قاتلی. برم کار منو بهت نشون میدم. شه صرفه تو پس فترت. آب
خدای من. خواهد میکنم. خواهد میکنم. میکشم. این حرکت عطراتون تکون نخورید. بلنشید. 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 این روزن رو باکی برسه. راست میگه سرکار. این قاتله. بلنشو. باید بریم پاسکال. رسیده بودید درست آخه